پیشنهاد روسیه مبنی بر اینکه سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین‌المللی قرار گیرد، بجز مخالفان دولت بشار اسد، از آمریکا تا اروپا، چین و ایران مورد استقبال قرار گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه ABC این کشور در پاسخ به این سوال که آیا اگر بشار اسد حاضر شود سلاح‌های شیمیایی خود را تحت کنترل بین‌المللی قرار دهد، این به معنای توقف طرح حمله به این کشور است، گفت: البته، ولی من فکر نمی‌کنم که اگر ما تهدید جدی مبنی بر حمله نظامی نکرده بودیم، می‌توانستیم به این مرحله برسیم. فکر نمی‌کنم که اکنون وقت آن باشد که بر این موضوع تاکید نکنیم. من همچنین می‌خواهم اطمینان یابم که قانون مربوط به عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی همچنان پابرجاست. این به نفع امنیت ملی ماست. البته که ترجیح من این است که ما بتوانیم این کار را بدون حمله نظامی انجام دهیم. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز به عنوان کشوری که از پیشتازان طرح حمله به سوریه بوده، ضمن استقبال از ابتکای همتای روس خود گفت که این موضع نتیجه استقامت و ائتلاف بخشی از جامعه جهانی بوده است. ایران هم از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ضمن استقبال از ابتکار روسیه گفت: ما خواهان آری شدن منطقه از تمام سلاح‌های کشتار جمعی هستیم. چینی ضمن استقبال از این پیشنهاد ابراز امیدواری کرده که این ابتکار باعث کاهش تنش در سوریه شود، اما ائتلاف مخالفان سوریه با انتشار بیانیه‌ای پیشنهاد روسیه را فریبکاری سیاسی خوانده است.